خب این بار میخوایم نحوه کار با Advanced Analysis PSPice قسمت Optimizer رو ببینیم چطور کار میکنه. ابتدا یه مدار این شکلی میکشیم، یک مدار Common Emitter هستش که دوتا نود داریم که خروجی Out One و ورودیمون هم اینه One. پاسخ فرکانسیش رو همونطور که مشاهده میکنید به این نحو است و هنگامی که از توی ویو میجرمنت ریزالت رو انتخاب کنیم و مقادیر مربوط رو بهش بدیم که میزان بهره باند میانی 33.44 دی بی و همچنین ماکسیموم پهنای باندمونم 48 مگاهرتز. حتما میجرمت ریزالت رو باید بذاریم که قرار هست در ادوانس انالیسیس PSPice ازشون استفاده بکنیم. خب میریم تو خود محیط کپچر از PSPice ادوانس انالیسیس اپتیمایزر PSPice ادوانس انالیسیس. خب اینجا یک محیطی هست که یه سری متغیرها رو میتونیم بهش بدیم، نتایج رو بهش بدیم، با تغییراتی که روی مقادیر المان‌های مدار اعمال میکنه به نتیجه مطلوب ما نزدیک میشه. خب specifications نوشته که اینجا کلیک بکنید که میجرمنت هایی رو که توی محیط گرافمون اندازه گیری کردیم و به محیط اپتیمایزر انتقال بدیم. خب اینجا که کلیک کنیم نگاه کنید دقیقا همون دو موردی هست که اندازه گیریشون کردیم. اوکی. خب نمیشته که کلیک here to import parameter from design property map. میتونیم المان های مدار رو اینجا اضافه کنیم. خب بریم المان های مدار ببینیم چیا هستند. R 11 و 10 و 12 و 9 و 35 34. خب اینجا البته به خاطر اینکه پیجامون زیاده میبینید تکرار شده، مگر در اصل اینجور نیست. 9 10 11 12 35 34 گویا اوکی. همه رو انتخاب میکنیم. اوکی. مقادیر اینجا میاد، گفته که کامپوننت اینها هستند، ولیو اوریجینال مقادیرشون اینها هست، مینیمومی که میتونه باشه 100، ماکسیموم 20. اینها رو به طور دیفالت خودش داده و حتی میتونیم تغییرش هم بدیم. خب الان میجرمنت رو که انتخاب کردیم، مقدار مینیمومه بهرمون به دسیبل میخواییم چند باشه. مثلا دوست داریم بین 40 دسیبل باشه مینیمومش و ماکسیموم 45 دسیبل. خب بند وید بند پس 3 دسیبلمون دلمون میخواد 60 مگاهرتز باشه تا 80 مگاهرتز. اینها اهدافمون هستن. ران رو میزنم ببینم که گراف ارور چگونه تغییر کنه، آیا همگرا میشه یا نه. همونطور که مشاهده میکنید داره مقادیر رو مرتب میده، ریزالت رو اندازه میگیره. همونطور که میبینید این ناحیه داره مرتبا تغییر میکنه و الان به هدفمون داره نزدیک میشه و نزدیک شد. میگه که الان پهنای باندمون 64 مگاهرتز، خطامون 0 و مقدار
بهره باندمیانیمون 43 دسیبل. اجازه بدید این 60 رو بکنم 70، ببینیم چه اتفاق میفته. باز رسید. الان بهرمون 76 مگاهرتز، بخشین پهنای باندمون 76 مگاهرتز و بهره باندمیانیمون 42 دسیبل. خطامون هم صفر. همونطور که میبینید میزان کامپوننت ها و المان های مدار تغییر کرد. مثلا مقدار آر 9 از مقدار 1 کیلوش تغییر کرد به 176، یا میزان آر 12 از 2 کیلو به 2 کیلو و 4 دهم تغییر کرد. همونطور که میبینید مقادیری که به ما داده مقادیری هستن که در مقاومت وجود نداره. مقاومت 7 تا 8 کیلو اوم ممکنه موجود نباشه. یک تکنیکی میتونیم استفاده بکنیم که این میزان رو به طور گسسته تغییر بدیم، یعنی مقاومت ها از رنج های انتخاب بشن که موجود هستن. از Modified LSQ Descriptor انتخاب میکنیم. اینجا Descript Tableمون میتونیم بگیم مقاومت 5% میخواییم، مقاومت 5%، مقاومت 5%، مقاومت 5%. از رنج خزان کپاسیتورز رو برام انتخاب کن و اینم کپاسیتور 10 نانو فارا 100 نانو، مقادیری که موجود هستن. دو مرتبه استارت رو میزنیم. همونطور که میبینید مقادیری که این بار به ما داد مقادیر معقولی هستند. خازن 100 میکروفاراد، 100 نانوفاراد، 470 اوم. این مقاومت توی 5% موجود هستند. بکنیم 10% بکنیم که مقاومت 10% باشه. خب دیگه بهترین حالتمون مقاومت 180 اوم، 2.4 کیلو، 80 کیلو، 470 اوم، 100 میکرو و 100 نانو. با این تفاصیل به پهنای باندی حدود 78 مگاهرتز و برای باند میانی 41 دسیبل میرسیم. اگه میخوایم اینها رو پیداشون هم بکنیم رایت کلیک بکنیم Find in Design، اینا رو میتونیم به راحتی تغییرش بدیم. مثلا بکنیم 2.4 کیلو. اوکی. هشت دهم کیلو. صد هشتاد و اشتباه شد. چهارصد و هفتاد نم که صد میکرو و صدانوش تغییر نکرده. خب دو مرتبه شبیه سازی رو اجرا میکنیم ببینیم نتیجه چطور میشه. قرار شد از تریس دسیبل بی اوت تقسیم بر این یک. اوکی. این هم از این. همونطور که مشاهده میکنید ویو میجرمنت ریزالت ولویت ایوالویت به همون نتیجه مطلوبی که میخواستیم رسیدیم.